سلام به دوستان همیشگی فارسی نت. خیلی ممنون که در این ویدیو هم ما رو همراهی میکنین. در این ویدیو میخوایم در مورد اشتباهات رفتار زنان در رابطه زناشویی با همسرشون رو بهتون بگیم. پس همراه ما باشید. ابتدا باید بگوییم که تمام روابط در رابطه زناشویی مختص به رابطه جنسی نمی باشد. هر رابطه منحصر به فرد است و موقعیت‌ها و شرایط خاص خودش را دارد. اما زنان در روابط زناشویی گاهی کارهایی انجام میدن که اغلب بدون اینکه متوجه شوند خدشه‌ای به حس مشترکشان وارد میکنند. در این ویدیو میخوایم 9 اشتباهی که زنان در روابط خودشون انجام میدن رو بهتون بگیم. پس همراه ما باشین. 1. از کم کردن ارزش خود بپرهیزید. آسیب پذیر بودن و نداشتن امنیت در جهان امروز بسیار آسان است. شما باید با موفقیت هایی که کسب می کنید خود را به اثبات رسانده و با پیروزی ها و شکست ها روبرو شوید. برابر این تخریب و از بین بردن عزت نفس و ارزش شخصی افراد ساده است. سعی کنید از ارزش های خود کم نکنید. بدانید که شما ارزش و لیاقت همه چیز را در جهان دارید و شایسته هر آنچه که دارید هستید. 2. از تکیه محض به شریک زندگی خود بپرهیزید. تکیه کردن به کسی برای حمایت چیز بدی نیست، اما وابستگی به کسی تا حدی که تبدیل به تنها پشت و پناه شما شود روشی نادرست است. این کار بعدها باعث می شود ارزش شخصی شما، ثبات احساسی و شادیتان به چیزهایی وابسته شود که خودتان هیچ کنترلی روی آنها ندارید. به شریک زندگی خود برای حمایت متقابل تکیه کنید، اما به او محتاج نباشید. 3. به برقراری ارتباط کم توجه نباشید. گاهی درک همسرتان مشکل می شود، به خصوص زمانی که افسرده، عصبانی یا ناراحت هستید. بنابراین بهتر است در آن لحظه موضوع را رها کنید. اکثر اوقات صحبت، پرسش، برقراری ارتباط کلامی در یک رابطه ایده خوبی است، مخصوصا اگر احساس می کنید که نتوانستید نیاز شریک زندگی خود یا روش برقراری ارتباط با وی را درک کنید. انجام چنین کاری رابطه شما را تقویت کرده و به هر دو طرف درک بهتری از حس و حال یکدیگر می دهد. 4. برای تغییر همسرتان تلاش نکنید. زنان و مردان نسل ما و نسل پیش از ما کمی در روش تفکر، عمل و رفتار با هم تفاوت دارند. البته نمیتوان گفت همه آنها، بلکه این هم درباره تعداد زیادی از ما صادق است. نکاتی در شریک زندگی شما وجود خواهد داشت که شما آنها را دوست دارید و برخی را نیز دوست ندارید. قطعا ترجیح میدادید که همسر شما برخی از آن نکات و صفات را نداشت، اما اکنون که این صفات را دارد کمی آنها را برای خود قابل تحمل کرده و سعی کنید به آنها عادت کنید. سعی نکنید او را به سمت علاقه خود سوق دهید و تغییر دهید. در عوض بیشتر روی آنها تمرکز کنید. کمتر به چیزهایی که نمیپسندید فکر کنید. 5. آنچه را برای شما انجام میدهد بیارزش نکنید. مردان با تفکرات زنان درباره روابط عاشقانه آشنایی دارند، اما اغلب مردان با اینکه واقعا عاشق زنان خود هستند به دادت طبق تعریف یک زن از رابطه عاشقانه پیش می روند. دقت کنید که فقط چون همسرتان چیزهایی را که به او گفته اید به خاطر ندارد، نباید او را بی توجه بدانید. در عوض کارهای زیادی را هم انجام می دهد. اگر می‌خواهید کاری را انجام دهد، گاهی مستقیما آن را به او یادآوری کنید. به این صورت زندگی را هم برای خود و هم برای او آسان‌تر می‌کنید. 6. از آنجا خارج از کنترل شماست، عیب‌جویی نکنید. خاطرات توسط کسانی خلق می‌شوند که برای کوچکترین جزئیات متعب خطاش نمی‌گذارند. سعی کنید به ندرت کارها را در زندگی هدایت کنید و اجازه دهید آنطور که باید و شاید صورت بپذیرد. اینکه وقتی برنامه‌ها تغییر می‌کنند افسرده شوید امری طبیعی است، اما به فکر فرو رفتن و پژمرده شدن به خاطر این تغییرات با گریه و زاری کردن یا دائما کنایه زدن می توانند یک خاطره خوب در حال رقم خوردن را خراب کرده و حال هوای خودتان و شریک زندگیتان را تلخ کند. حتی اگر تغییر در برنامه ها چیزی است که نمی توانید اصلا تحمل کنید و روی سلامت و امنیت شما اثر ناخوشایند دارد، سعی کنید روی جزئیات تاکید نکنید. ما با این فکر لذت ببرید که چه چیزی می تواند یک عنصر شگفتی ساز در همین لحظه حاضر باشد. 7. سعی در سلب آزادی های همسر خود نداشته باشید. هیچ مشکلی در خواستن یک رابطه طولانی و امن وجود ندارد. همگی ما تغییر می‌کنیم، تکامل پیدا می‌کنیم. هم به خودتان و هم به شریک زندگیتان فرصت بدهید.
برای تقویت و تحکیم رابطه و از بین بردن حس عدم امنیت با شریک زندگی خود صحبت کنید تا راهی بیابید برای ایجاد و ساختن شرایطی که حس امنیت بیشتری در آن دارید. 8. به وفاداری احترام بگذارید. روابط از مراحل دشواری گذر می کنند و در طول این مراحل است که ما آسیب پذیر و حتی گاهی ناشاداب می شویم. اگر این چنین شد با شریک زندگی خود صحبت کنید. در صورتی که چیزی متفاوت می خواهید که رابطه فعلیتان به شما نداده است، پس شجاعت داشته باشید و آن را بیان کنید. اما اگر این شجاعت را ندارید، اعتماد موجود بین خود و شریک زندگی خود را برای یک لحظه ضعف یا وسوسه تخریب نکنید. باید طوری با شریک زندگی خود رفتار کنید که دوست دارید او با شما نیز رفتار کند. به وفاداری تمام و کمال احترام بگذارید. 9. به جای او تصمیم نگیرید. همه ما دوست داریم که گفته‌هایمان نقش و رتبه خاص در انتخاب‌ها و تصمیمات شریک زندگی‌مان داشته باشد. همین باعث می‌شود که هر فرد متأهلی احساس خاص بودن بکند. اما در بسیاری از مواقع هم زیاده روی می‌کنیم. به یاد بیاورید زمانی که کسی در تصمیم‌گیری‌های شما دخالت می‌کند، چه حسی پیدا می‌کنید؟ برای شریک زندگی شما هم دقیقاً همین طور است. به خاطر همسرتان هم که شده، به جای او تصمیم نگیرید. امیدوارم این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما در کانال فارسینت زنگولک کنار سابسکرایب رو هم بزنید. شب و روزتون خوش.